بسم الله الرحمن الرحیم. سیٹنگز با برابر کو رائٹ کلک ایڈیٹ ڈرائنگ سیٹنگز دے سا حکبا ولی کو یو ٹی ایم شتاد و چار چلو دو این سکل با یک نسبت صد انتخاب کو بس نوشان جوڑ لی اوکی بیکو سیف دیتا به نمبر کو سرفیس دات دی دبلیو جی صحیح شو انشاءاللہ. پرسپیکٹر پوائنٹس بانده با رائٹ کلک کریئیٹ او یا مونگلی لنده طریقه داده سو پوائنٹس امپورٹ اکسپورٹ پوائنٹس او امپورٹ پوائنٹس دلارس فائل با ایڈ کو پرون من یو فایل بل راخسته او کنه از اما کم زاکی به آوه چه او سیوان آوه که آفرین ده خلانده براسو پای نمبر نرتنگ سترنگ الیوشن دسکرپشن کامار دیلیمیتید بده انتخاب کن در منگ اوی لکنه که دبل کلیک بیو که بیمو کامار در تخیی خواه اوکی پختن خونه لاره ترده ساحه پوره زائد انتر ای انتر اوستکو سرفیسز رائٹ کلک کریئیٹ سرفیس منگا معمولا دو میتود لرو دی سرفیس دی جوڑول لپارا یاو تن دا چلا مسلس ناختل سوای او یاو گریڈ دا چلا شبکه نخته سوی ام پا سستم در شبکه بند منگه کلاسو یا پا سستم در شبکه بندی چی خپل سرفیس جور کو او هم پا سلس بندی بانده کلاسو چی خپل سرفیس جور کو کجا بود اینج نرسه؟ اک جای کم اکی برد کار برد دینه روزم نبوده؟ آخ دینه نبوده چینج باسو من بام چینج سو خب اتار مثال فعلا تن سرفیس انتخاب میکنیم سیست؟ در پایین نیم نام سرفیس دینا روز نبودی بسیار متوجه باش سرفیس کار کردیم دینا روز چرا که ما میتونیم یک سرفیس جور کنیم همیال شروعش هست خب باشم میرم اک کنسل میکنم اثر برات میگم پوینت ها را امپورت کردیم نه حالا چی کار میکنیم در قسمت پروسپیکتر سرفیس از رایت کلیک و کریت سرفیس میگیم و در قسمت نیم برش نام میتیم مثلا میگیم شما میکنم ام یا اس 1 سرفیس 1 سایست؟ دسکریپشن معلومات و ستایل در اینجا من انتخاب میکنم کانتور یک متر این پنج متر دیزاین به این مفهوم که هر یک متر بعد یک کانتور بیاد هر یک متر بعد یک چی بیاد؟ یک کانتور بیاد و کانتور میجر یا کانتور اصلی کانتور پنجم باشه یعنی هر پنج متر بعد یک کانتور اصلی بیاد این دین روز نبودی دیگه در تخته تشریح کردیم این کانتور میجر و مینر خب این کانتور منظور در گرامتفه ای در میخواییم چیز کنه سرک برای نه در این نقاطی که ما فعلا امپورت کردیم سر از امی سرفیس ترسیم میکنیم یا کانتور ترسیم میکنیم حالا کانتور دو نواست یک میجر کانتور است یک مینر کانتور است میجر کانتور که است شماره گذاری میشه یا ارتفاعات دو نوشه میشه و مینر کانتور که است دو ارتفاعات نوشه نمیشه اینجا ما برش گفتیم که هر یک متر بعد یک مینر کانتور بگی و کانتور پنجم یا هر پنج متر بعد یک میجر کانتور بگی سنس؟ خب اوکی وقتی گفتیم اوکی یک سرفیس کریئیت میشه اینجا بنام چی؟ اس یک حالا اینجا رفته دیفینیشنز پایین از قسمت پوینت گروپس رایت کلیک اد و اینجا میگیم که آل پوینتس به مفهوم که برای کدام پوینت گروپ سرفیس جور شوه ما گفتیم آل پوینتس اوکی ها اوتومات یک سرفیس جور شد سیز خود ای را دینا روز ما خواندیم وقتی که رایت کلیک کنیم اوبجکت وی برداریم ایجا دیجا اگر بطور مثال شیدید انتخاب کنیم ما شما میتونیم سرفیس خود به شکل 3D ببینیم سیز ای تمام مینوهایش را خواندیم کار کردیم بازه از داری کار دست سیز این حالی کلوز میکنم خب امروز ما شما میریم Edit Surface Style دیجا اینجا سبا اول ما شما Information داریم Information هم یک فامیل سیست نامش هست
descriptionش هست created by last modified by اینا میفهمید سایز date created by date modified میریم borders در قسمت borders انجنر سبا ببینین اول ما شما 3D geometry داریم نوشته است که border display mode این 3D geometry معمولا در تمام تابه ها موجود است در تمام تابه ها بایی مفهوم که هم برای border ما شما 3D geometry داریم هم برای contour 3D geometry داریم اینا ببینین 3D geometry و این اپشن ها را دیجام داریم در grade مثلا نه 3D geometry مثلا در points صحیح شد؟ در triangles خب حالا ما شما borders میخوانیم اول نوشته است که border display mode اگر بطور مثالی جو نوشته شود که use surface elevation به این مفهوم که elevation یا ارتفاع border یا چهار اطراف محدوده surface مطابق level یا elevation surface باشه مطابق level یا elevation چی باشه؟ surface باشه یعنی خود border منطبق با surface باشه با surface چی باشه؟ منطبق باشه با level او خود چی بسازه؟ IR بسازه خب حالا میخوانم که دیگه کدام حالات ها را داره flatten elevations به این مفهوم که ببینیم خب اول میره با محالت چی انتخاب میکنم؟ use surface elevation انتخاب میکنم نه؟ حالا اینجا ببینیم اگر ما بریم 3D از اینه ببینیم object viewer میره move میکنم ببینیم نه دینی قسمت border ایجا است دینی قسمت border ایجا است یعنی border خود چی کرده؟ border خود این حالا ببینه نه معلوم میشه واضحی میبینه border خود با ارتفاع یا با elevation surface خود عیار ساخته یعنی خود منطبق ساخته با چی؟ با surface فهمانده تانستم؟ مثلا در اونو ساحه در قسمت بالایی اوجا surface elevation پایین است نه؟ خود border هم پایین است دیگه ساحه باز ببینیم طرف راست اینجا قسمت چی است؟ ساحه بلند است سرفیس بلند است خود border هم چی است؟ بلند است یعنی border خود منطبق ساخته با سرفیس خود با elevation سرفیس هایان ساخته خط سبز border است خط سبز border است صحیح شد؟ اینی خط border است اینجا سبا اینی border است صحیح است؟ خب حالا اگر ما شما اینجا رایت کلیک ادیت سرف استایل بریم حالت flatten elevations انتخاب کنیم flatten elevations به این مفهوم که اینجا ما ارتفاع میتیم مثلا 1120 به این مفهوم که border در ارتفاع چند قرار میگیره 1120 چی کار کنیم؟ میشه که ما شما مثلا ساحه خود طوری عیار بسازم که نظر به یک دیت مونه مشاهده کنیم صحیح؟ حالا برای ازی که ما شما باید یک دفعه بریم points, edit points خب list points و maximum elevation خود رو یک دفعه ببینیم که چند است maximum elevation چند داریم ما؟ 1884 داریم سیست ما 1880 میتو میره میره چند میتو میره right click میره ارتفاعش 1880 میتو سیست 84 بود؟ ما 1880 دادم ارتفاع زیاد یا که را زیاد بگیریم مثلا 1890 بگیریم سیز اوکی حالا این یک کم بالاتر از چه قرار میگیره از سرفیس ببینیم به این شکل آمد ببینیم خب دیگه ما شما میتونیم بیره دلخواه به ارتفاع دلخواه قرار بیتیم سیز حالا از اینجا گفتیم درست کاربرد از اینه حتما هر چیز از خود کاربرد داره ولی مثلا این را ما شما میتونیم که نظر به واضح مشاهده کنیم کدام نقطه چقدر پایین چقدر بلند صحیح؟ واضح فهمیده باشه خب دیگه حالت exaggerated elevation است در استاز افقی شکل رو دوباره کردیم او دا بیا اگر نظر به سرفیس ستایل تزان نبرابری دا بیا بخی بس کی گلا که په افقی مستوی باندې ترسیم سو اگر فرضاً کوم هغه سی وړ د ساحل ولر کو مرتبه عمر میږي لکه فرضاً دا ساحه دی دی ولر ساحه نسو راځي که نسو راځي آفرین تا
مثلا یو دل خایل مشان ورته ورکی ته تخیص دغه ارتفاع د تا پورته پاتې سو کټنګ کې مثلا دغه ارتفاع د ښکته پاتې سو په فلنګ کې یعنی ته لری نه د سکول سه یو اٹکلی وګورې چې ز څومره فلنګ او څومره کټنګ لري مکان د سیو اٹکلی اتس اخستلای سه مثلا ګور په تاور مثال ارتفاع یې زیره 80 می سازیم سیس یا 80 85 استاد 75 می سازیم نه بیا نه غن کمترین می فکر کوم او یاو کنه نو ان ولا سویم درو ده کنه پیدا بدو مو کوم ته لس اوکی اون خوب ارتفاعش کمی زیاد می‌سازم سایز 18-50 بگیرم نه رایت کلیک آبجکت ویدیو نه می‌بره سوال اگه اندازه فهمیده میشه که کدام نقاط چقدر فیل کدام نقاط چقدر کرد یعنی دیگه واضحه که پس که ما فلنگ زیاد دارد نه؟ فلنگ زیاد دارد خب دیگه حالت سومش یا نوع سومش نظر به مقیاس است. بطور مثال اگر ما اینجا نقشه کنیم 1.1 یعنی اگر ارتفاعش فعلا 1000 باشه ای چند میشه 1000 100 میشه صحیح؟ ضریب میتیره اوکی حالا ببینید اینجا رایت کلیک ابجکت ویور او باز نظر به خود ارتفاعش دیگه که چقدر 1% یا 10% چقدر میایه نه او باز یاد رول داره اگه بطور مثال میره بسیار قیمت کم در نظر بگیرم 1.05 حالا ببینید که کم شد نه؟ خب این چیز ها زیاد مهم هم نیست جرسه با خیره بازم من گفتیم براتون دیگه در قسمت پایین border types داره دو نوع border داره این exterior و interior خب interior پسان میاد که چی هست؟ از چی ساخته میشه؟ exterior همی border بیرونیش هست که فعلا ما میبینیم مشاهده میکنیم اگر از اینجا ما شما گفتیم false اوکی باز exterior border رو به ما نشان نمیده سیز فال شد نه دیجا نشان نمیده و به می شکل ما شما میتونیم که انتیریر باردرز باردرهای داخلی گیره باز ما میخوانیم که باردرهای داخلی چی رقم کریت میشه چی هست دیگر دیتم داریم دیتم ما شما میتونیم مثلا یک سطح را به حیث سطح مبنا قبول کنیم سیز ایره ترو میگیریم و بعد از او ارتفاع میتونیم برش مثلا او سطح در چند در 1800 بطور مثال 20 متری قرار داشته باشه حالا اگر ما شما 3D از این رو ببینیم باردر در جای خود است منتها یک سطح دیگه یک سطح مبنا پیدا شده و دیجا بطور واضح و ما شما میبینیم کدام سطح بالا میمانه کدام سطح پایین میمانه اینجا بسیار واضح معلوم میشه اینه بسیار بیا خودش یک لیوال کرده این خودش یک لیوال که تقریبی ما تو اچت میفهمیم که مثلا کاتینگ زیاد است، فلینگ زیاد است، چی رقم یک حالت است پونه سوی پینج راسته تاست اینو میتونیم نظر با خود نقاط به نظر بگیم اگر چه پیدا خود نقاط هم دا خود صدق کنه اصلا خدا رسته خبره داسته تا پروفیل رسمه مثلا ساختمان دلتا تطبیقه دلتا سرک تطبیقه چی شای که کنه فرض که تو بره دقا سهر طول همواره که دا سهر چه که؟ همواره که ته دلته یو الیویشن به نظر کې نیسې مثلا 1300 ته غواړې چې دغه ټول ارتفاعات په څو باندې برابر کړې په 1300 نو کله دې چې دلته یو ډیټم جوړ کړه په 1300 کې هغه تا ته دلته یو ډیټم رسمي درته وایي چې دوهمره ساحې دې پورته پاتې کېږي یعنې کټ کېږي دوهمره ساحې دې ښکته پاتې کېږي یعنې فل کېږي اوسوس یک سوال دیگه هم ما پیدا شد در دین ما کمی دا پوینت ها ولی ما بخواییم که افریج یک نقطه پیدا کنیم منیمم شما پیدا کنیم منزیمم شما افریج شما به تو کماند است بر ما دایر پیدا کرده برای این قیمت ها را یک چیز دیگه است که ما پسان میخوانیم از او جمعیشه که باز او را برای ما تقسیم بندی کنه بر چند انتروال از او انتروال باز ما شما میتونیم که قیمت
چرا که به این کار به درد میخورد این نقطه می به نظر به این نقطه دیگران خواهد و از اون سورت هم که سورت بری مثلا نظر به مکسیموم نظر به مینیموم مکسیمومش اوتومات اوجه برات میتی مکسیمومش اگه داد خیلی یک اوسطش دیگه خلاص فهمیدی جرسه؟ این از اینجا ببین پوینتز لست پوینتز این اینجا کلیک کن مثلا پوینت الویشن فیلن به حالت مکسیموم سورت شده این اینی ارتفاع مکسیمومش هست باید یک کلیک دیگه که جان ارتفاع مینیمومش هست اونا مکسش هم بودم شد مینیش هم بودم شد سایز یا این تمام ارتفاعات هم مثلا جمع تقسیم تعدادش که بیخیه متو اوسط تمام میشه بیتره اگر 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 مکزمون که درسه یا اون یوه نقطه ای دو نقطه ای به نظر ما این در تعمیرات شاید شد و در سرک مشکل است خود سرک که منگه معمولا طولی پروفیل نست موالتا خب یا نور مسئله دیده مایل مسئله در کنه مهمه مسئله بکلده مثلا دی مایل ده او دا ایده لپار ده تیو صحه وار طول هموار که دلت یو دیر غط کارخانه جوریگی یو دیر غط صحه دلت جوریگی دا باید طول مثلا لیوال سی کنه فکر کنیسی دلت یو اندازه تقریبی لیوال پر نظر که وینیسی چه بیتا کتنگ و فیلین کمی یو اندازه خا او روز ترازی پسان یک موضوع دیگه میاد که باز ما شما میتونیم که حتی با متر مکعب حجمش دریافت کنیم دو سرفیس جور میکنیم بعد از اون میگم که این دو سرفیس بین خود چه کاتینگ و چه فیلینگ داره او باز برای ما میته با متر مکعب که نه کاتینگ نه که فیلینگ او موضوع داشبورد است ببینید اینجا قسمت سرفیسز است یوتیلیتیز والیومز داشبوردز خب دیگه در قسمت ستایل بوردرز خلاص شد سه دیگه سوال نداریم ما یک چیز دیگه هم دیگه است به نام پروجکت گرید تو داتم فالز است اگر ترو گفتیم حال یک خط از داتم تا به خود سرفیس هم پیدا میشه از میبینیم به شکل چی همه؟ 3D کدوم خط خوزم اون خط هم حال اگر میره ایلا بیتم خلاص دیگه بازی گم میشه اینی ساحه رو میبینی؟ این طرفشه اینی آره؟ آفرین ها سرفیس از سرفیس الا بر دیتم یک خط آورد بریم یا این ساحه را بریم پر نشان دادم تو خلاص حالا ما چهار اطراف از اینم دیدم میتونم من که در کدام ساحه چقدر پایین چقدر بلند میبینی؟ این میره پروجکشن دیم خب از اینجا پس مکملی رو فالس میسازم دیگه ما شما کانتورز دارم در قسمت کانتورز خو اینجا هم ما شما 3D جیومتری دارم که ما خواندیم عین وظیفه را دیجا انجام میدن یعنی ما شما حتی کانتور ها را میتونیم برش بگیم که دی ارتفاع قرار بده یا مثلا نظر به اکسکل را برش بگیم که قرار بده یا اینکه یو سرفیس الیویشن نظر به ارتفاع واقعی خود صحیح است که باید اینا ما تغییر نده چی انتخاب کنیم یو سرفیس الیویشن یعنی نظر به ارتفاع واقعی خود البته در بعضی جا بازارت پیدا میشه خب کانتور رنجز و لجند ای باز میان پسان میان وقتی که ما شما در انالیسیس بریم مهم مثلا کانتور انتروالز است این ما شما دین روز اینکه اشاره کردیم سایس اول به سلیویشن اس میتونیم الیویشنش تغییر بدیم یا الیویشن دیگه برش بدیم سایس مثلا که ما شما پوینت ها را الیویشن میدادیم داتم دیگه مینر انتروال است و میجر انتروال است اگر ما شما یک انتخاب کنیم اینجا پنج انتخاب کنیم یعنی هر یک متر بعد یک میجر کانتور و هر 5 متر بعد یک یا هر یک متر بعد یک مینر کانتور و هر 5 متر بعد یک میجر کانتور این رو ببینید راست برنگ سبز که است این میجر کانتور است و این دیگه کانتور ها که هستی مینر کانتور است حالا یک متر بعد اینجا چی آمده؟ مینر کانتور آمده یک متر به این مفهوم نیست که یک متر بعد به حساب فاصله به فاصله یک متر بعد نه به ارتفاع یعنی به این مفهوم که نقاطی که دیجه است ارتفاعش نظر به نقاط که دیگه است یک متر فرق داره یک متر فرق داره صحیح شد؟ یعنی شب شهر و متر که فرق داره آلی ایجا دیدی که مثلا مایل تون بود نه؟ جا متوجه شدی نه؟ بی چی که نزدیک آمده نزدیک آمده ایجا مایل تون نبود مثلا مایل ملایم بود ایجا چی آمده؟ دور آمده صحیح شد؟ خب امیره ما شما میتونیم اینجا تغییر بدیم مثلا 0.5 من انتخاب میکنم یعنی هر 50 سانتی بعد یک چی بگی؟ یک مینر کانتور
و هر کنتور پنجم که چقدر میشه؟ که در فاصله 2 متری میشه یک میجر کنتور شد. اوکی؟ آلجه ببینه نه این نزدیک نزدیک آمد ببینه هر 50 سانتی بعد یک چی گرفت؟ یک کنتور خب این مسئله را هم فهم میدین گیره پس یک میگیریم زیاد نزدیک آمده دیگه ما شما در قسمت پایین کنتور دپریشنز داریم کنتور دپریشن کنتور دپریشن نگفتم که قسمت های دپریشن را به ما نشان میده قسمت های دپریشن نگفتم قسمت هایی است که دو جا آب جمع میشه و راه برای رفتن در اونجا نیست ندارن صحیح؟ اگر گفتم که برای ما ساحات دپریشن نشان بده دیسپلی دپریشن کنتور چه میسازیم؟ ترو میسازیم خب وقتی که گفتم ترو اینجا برای ما میگه که تیک مارک اینتروال این را به این شکل برای ما نشان میده دین روز هم گفتم نه این کنتور نبود با مخاطر من اینجا سنگیم این ساحه مثلا ساحی هست که دی جواب چی میشه؟ جمع میشه جمع میشه این را باز برای ما به این شکل میشه این را تو خطک بار میشه باز این وقت خطاکار را که ما دیدیم ما میفهمیم که دی ساحه چی میشه؟ آب جمع میشه حالا دی برای ما میگه که تیک مارک اینتروال 10 متر یعنی هر 10 متر بعد یک چی بیه؟ یک علام اگر بیه هر 10 متر باز و دیگه تیک مارک لند طولش چطور باشه؟ طولش صحیح شد؟ این ما در خواب عیار کرده؟ میتونم خب ما تاسو متوجه وای کنه دا پرونه تاسو دلته وکړه په دې سرفیس کې داسې نقطه مونږ نه درلوده دې سرفیس نه بود نقطه دپریشن نه بود که دو جا جمع شه صحیح باز دو سرفیس دیگه است اوجا باز عملی میکنه خب این رفو مدن نه دیگه بعد از کانتور دپریشنز ما شما کانتور سموتینگ داره کانتور سموتینگ چی است فعلا اینی جا اگر مثلا متوجه شوین ها این بسیار متو به حساب سخت آماده نه؟ اگر خواست باشه میره ما ملایم بسازیم مثل یک چی واره بیا؟ یک گلایی واره بیا این همی کنجا ما ملایم بسازیم سموت بسازیم نرم بسازیم صحیح؟ چی کار میکنیم؟ رایت کلیک ادیت سرف استایل و از قسمت کانتور سموتینگ سموتینگ اول ترو میسازیم وقتی که ترو ساختیم ما شما از این قسمتی را زیاد میسازیم خود ترو نشد ترو ساختم نه وقتی که ترو ساختیم ولی از این قسمت سموت میسازی را زیاد میسازیم انکریز میکنیم اوکی حالا ببینه نه صحیح شد منتها یک چیز متوجه باشین اگر شما در قسمت هایی که کنتور با هم بسیار نزدیک باشن و یا طور قرار داشته باشن که اگر شما سموتنس از او را زیاد بسازن بازو یک دیگه خود قطع میکنن نگه دیگه جا او رقم نقطه مدارم یا ندارم بچم اینی جا ببینه نه ای را قطع کرد بخاطر از اینکه ای از اثر سموتنگ بود ای را وقتی که کوشش میکرد ای را سموت بسازه ای با یک دیگه خود خود چی کرده؟ قطع کرد میشه کم کنیم ای را باز آ ای را باز مجبور رایت کلیک بریم ادیت ای را کم بسازیم یعنی منظور ما این بود که اتا نشه که شما در پروژه خود که ای خوب معلوم هم میشه ای را فل بسازیم نه بازو قطع میکنه و باز دیگه مشکلات پیدا میکنه صحیح؟ یعنی جا رفته مثلا ای را کم بسازیم حالا ببینیم یک کمی دور شد نه؟ باز هم اینجا یک تقاطع داره دیگه را شما دلخواه عیار کرده میتونه مو حالته که مثلا چی باشه؟ مناسب باشه اینی جا قطع میکنه میبینی ها؟ اینی جا قطع میکنه یعنی بوده رو مال میکنه از چیر تا قطع نه این چند راه داره؟ یک راهشی است که شما کانتور انتروال زیاد بسازید کانتور انتروال چی بسازید؟ زیاد بسازید صحیح؟ یا یک که سموتنسش کم بسازه دیگر آن نداره سموتنس کم بسازه دیدین؟ باز هم مثلا این باید دیگه هم کم شد باید سموتنس نه یار دیگه قطع نمی کنه ببینه نه این از اثر چی بود از اثر؟ سموتنگ بود دیگه سموتنگ باید بسار متوجه باشه خب فهمیده شد؟ این مسائل بود که ما شما در کانتورز داشتیم دیگه ما شما گرید داریم گرید یعنی ما شما سرفیس خود شبکه بندی میکنیم
سایس؟ خب 3D جیومتری رو میفهمین سایس؟ این را ضرور نیست اگر باز تشریح کنیم. چی کار میکنیم؟ پرایمری گرید آمده فعلا تروی انتخاب است میبینین؟ تروی انتخاب است ولی برای ما نشان نمیده، هم پرایمری را و هم سکندری را، هر دویش تروی است. انتروالش چقدر؟ 25 متر. از این انتروالش چقدر؟ 25 متر. ولی برای ما نشان نمیده. چرا؟ به خاطر از اینکه در قسمت دیسپلی، یعنی تابه چی؟ دیسپلی. در این جمعه برش گفتیم که گریدید چی باشه؟ خاموش باشه. خاموش باشه. این ما ترو میسازم. آله اوکی میکنم. اه. شبکه بندی اوتوماتی جمعه. این شبکه بندی چی هست؟ این شبکه بندی کمالشی هست مثلا با استفاده از اینترپولیشن میتونه که کوردینات نقطه دلخواه رو بده فلیر. درسته. فهمیده شد؟ در سرپیس من نمیتونه در بیان ما اگه نظر اگه تا فرق که کنه نظر دقه حالت تا سدل تا چی ورده ایلی؟ کتا ورده ایلی زیو سرفیس الیویشن در پا سرفیس منطبق ده او کتا ورده ایلی زی فلاتن الیویشن او دلت ارتفاع ورده وار کرده یعنی با دقه ارتفاع کرده تا بخیر پوسو پینجرسد اگه دور تیلی چی مثلا درام حالت اکساگریت الیویشن بیاتور تا زدی بوری که دام آخرتون رو چی مگو تاسی ویلی خو که داگه در انتخاب که در ویلی تا پس سرفیس مهم منطبیق ده سایش؟ و ای بسیار مهم است جرسد ای بسیار مهم است وقتا که شما مثلا نقشه را ترتیب میتین همیش مشوره ایم است که از گریب استفاده کنیم تا نفر اوجه یک نقطه دلخواه هم حتی بتانه که کوردینات شخ خودش پیدا کنه صحیح؟ باز از قسمت دسپلی میتونیم که گریدید آمده لائن تایپ ازیر تغییر بتنه لائن تایپ معمولا برای گرید منقطع مساسه در نظر گرفته داشه خب کدامش رو بگیرم؟ نه سنتر نه اینی رو میگیرم صحیح؟ داشه نه صحیح شد؟ باید اوکی این همی بینه ولی مقیاس از این را باید ما تنظیم کنیم صحیح شد؟ با باشد ما به تلفون جواب بکنم صحیح شد نه؟ دیگه این را اگر به این شکل بیارین مقیاسش را اگر اندازه تنظیم کنین خوب است خب اینجا سعی گفت که تعداد مربعات دیجا مثلا اگر خاص باشیم کم زیاد بسازم میرخم گفتیم نسید ویلی اصلا باید انتروال از این ما تغییر بتیم رایت کلیک ادیت سرفیس ستایل میریم سایز از قسمت گرید اینجا برای ما گفته که پرایمری گرید پرایمری گرید ما کدام گرید هست اینجا نوشته است ببینید اورینتیشنش نارت صفر درجه صفر صفر دقیقه صفر صفر ثانیه ایست یعنی خطهای عمودی مطلبش چی است خطهای عمودی است خطای عمودی ما در فاصله چقدره؟ 25 متری. ما ایره چند میسازیم؟ 30 میسازیم. حالا اگر ما ایره اوکی کنیم، این خطا بعد از 30 متر قرار میگیره. فهمیدین درسته؟ خطای عمودی بعد از 30 متر. و اگر ما شما پایین آمده سکندری رو ببینین این حالت چند است؟ نارت 90 درجه 0 0 دقیقه و 0 0 ثانیه ایست. یعنی افقی. سایست؟ ایره هم مثلا ما سی میسازیم اوکی حالا فاصله ایش چی شد؟ زیاد شد یعنی ایره ما میتونیم دلخواه این برسنیم خب اونم کلاس فاصله زیاد شد مثلا به طور مثال ایره ما پینجا میسازیم و ایره هم پینجا میسازیم اوکی از این کمی دلخوردم ساخته کنم فاصله را یا انتروال تغییر میتونیم دلخواه و یا یکی که مثلا سکندری رو ما بالکل آف میسازیم فالس هیچ سکندری رو نشان نده صرف پرایمری رو نشان بده و دیگه مسئله مهم دیگه چی هست؟ این ما پاس ترو میسازم که این ما شما دلخواه زاویه داده میتونیم به طور مثال ما این تحت زاویه 45 میارم دیگه چند نفشه میکنم؟ 45 خب البته این با چی هست؟ با ای هست اینی رو بسیار متوجه باشه دیکی دیر خلق نپویگه وی دا این ای دا چه مفهوم لری دا چه شیره خیلی مونتا ای را بسیار متوجه باشیم ای اگر این و ای بود به این مفهوم که ای را که شما زاویه میتین ای زاویه مطابق اقربه ساعت قیمت میگیره اگر شما ای را این و دبلیو بسازن دبلیو به این مفهوم که یعنی 45 درجه خلاف اقربه ساعت از نارت به چی بره؟ به ایست بره
یا از نورد به وست برست. صحیح شد؟ خواهی رو ما پس ایست میسازم. حالا این رو ما اوکی میکنم. ببینه نه. چند درجه آمد؟ ۴۵ درجه و همجهت اقربه ساعت. اگر میره این دیگه شه بلکل آف میسازم. ببینه؟ اگر ما این رو چی کار کنم؟ این ریجا رفته این رو وست بگیرم. حالا این طرف میره. صحیح شد؟ دیگه این شما دلخواه تنظیم کرده میتونید. خب، این بود مسائل مربوط گرید. دیگه ما شما در قسمت پوینتس چی داریم؟ این هم باز ما شما پسان میخوانیم. به طور مثال، ما چندین نوع پوینت داریم. اول دیتا پوینت است، دیگه دیرابیت پوینت است، دیگه نان دیسترکتیو پوینت است. به طور مثال ما دیتا پوینت سمبول ها ایجا کلیک میکنم و انتخاب میکنم که اینی سمبول باشه. صحیح؟ دیگه دیتا پوینت کلر رنگش چی باشه ایجا کلیک میکنم میگم رنگش اینی رنگ باشه یا اینی رنگ باشه. ایرا ما اوکی میگم ایجا برای ما هیچ کدام تغییر نآورد. صحیح؟ ای بخاطر است که ما شما از قسمت دیسپلی پوینتس چی ساختیم؟ انویزیبل ساختیم. ایره کلیک میکنیم اوکی. حالا تمام نقاط ما را ایجا برای ما نمایش میده. با مو سمبولی که گفته بودم و با مو رنگی که گفته بودم. صحیح؟ تمام نقاط ما را ایجا به ما نشان میده. یک مسئله. خب ایره باز ما شما پسان میخوانم که دیرابیت پوینت چی هست؟ دیرابیت پوینت پوینت هایی هست که ما او را امپورت نکردیم با سیویل 3D، بلکه سیویل 3D خودش در یکان پروسه ها او را چی کرده؟ با وجود آورده. مثلا در پروسه سموت کردن کانتور ها بعضی اوقات سیویل 3D باز از خود بعضی نقاط دیگر هم در صفحه میاره. او را باز نقاط چی میگم؟ دربه. یعنی نقاطی که در پروسه سر، یعنی مطلب نقاطی است که ما او را امپورت نکردیم، بلکه سیویل 3D یکان پروسه خوده که مثلا یا در ترسیم کانتور یا در ترسیم الگوریتم و غیره وقتی که او پروسه را انجام میداد او خودش چی کرده ایره؟ کریت کرده با وجود آورده. او نقاط با نام دیرابیت پوینتس یاد میگیم. باز او را ما میتونیم اینجا برش بگیم که سمبولش چی باشه و رنگش چی باشه. صحیحست؟ و دیگه نان دیسترکتیو پوینت سیمبل دارم که مربوط بریک لاینز میشه. که باز ما شما میخوانیم که بریک لاینز چی هست. وقتی که ما بریک لاینز جور میکنیم باز دو جا نقاط نان دیسترکتیو پوینتس اضافه میشه که او را باز ما شما از اینجا میتونیم برش بگم که سمبولش چی باشه و برنگ چی برای ما نشان بوده. آفری این را میگی 34 این را این نمبر خود پوینت هست. نمبر خود پوینت هست. در اتوکاد ما شما نوشته میکردیم PD مود یادتان است؟ PD مود انتر. بازی جا برای ما میگفت که نمبر نقطه را بده. حالا نظر به شکل نقطه، هر نقطه برای خود چی داره؟ یک نمبر داره. اون نمبر را شما اینجا میتیم اوتومات نقطه به مود نمبر ظاهر میشه. فهمیده شد؟ یعنی مثل که هر نقطه یک ایدی داشته باشه خلاص. صحیح؟ و هر رنگ هم یک چی داره؟ یک نمبر داره. مثلا از این رنگ نمبرش چند است؟ 240. رنگ سرخ یادم نیست که 10 چند است؟ 1 است. رید اینجا ببینیم؟ بالا اندکسش نوشته می باشنه؟ اینجا نوشته می باشه ببینیم؟ 1 است. از این چند است؟ 2. از این؟ 3. هر رنگ هم از خود یک چی داره؟ یک اندکس داره. می بینیم؟ باز هر رنگ که شما انتخاب کنیم، اوکی کنیم، اینجا باز اندکسش میاد. خب دیگه ای چیزایی بود که مربوط به پوینتس میشه. استاد پوینت سمبول هستی همین یک دفعه شما چیز کرد ببینید کدام نقاط آورد سمبولی دی خودش گرفته اینی نقاط داره بیجا نه در خود چیز ببینید در کنترول ببینید در خود نقاط پیدا کنید کدام کدام نقاط است چیزی بگید این یک سمبول انتخاب کنید این سمبول نشان میتونم و ایدی شد چی رقم آورده اینی خانه کس از صفر شروع شده ای صفر است ای یک ای دو ای سه ای چهار ببینید اگر ما این انتخاب کنم ایدیش چند است چهار باز پایین که آمده از 32 شروع کرده ای 32 ای 33 ای چند؟ 34 اگر من این را کلیک کنم 34 باز اینجا 32 دیگه هم اضافه شده ای ایدیش چند است؟ 64 ای چند است؟
دیدی؟ واسی و دیدی که اضافه شده. صحیح شد؟ من میشکل پیش رفتم. خب گفتی این جرسه بیره برای من عملی نشان میده. ببین اینجا سمبول شما انتخاب میکنم به طور مثال اینی سمبول سایست رنگش هم اینی رنگ باشه. خواهی دیره به خود ما نداریم اوکی اپلای میکنیم یک دفعه دسپلی سایست شوز اوکی اینی نقاط هستن. نه من فقط سر خپل سیمتری دی زاپ کړی او هنوري یو څو دی نه کوته نه دا خو بیا ما فرض کی وځه چې پروسه مونږ تاسو تر اوسه نه دا کړی چې هغه سیمتری دی خپل په کې بازو نقاط جوړ کی هغه نظر پروسه ته دا کنه باز دسی پروسی دی چې سیمتری دی هغه پروسه سره تر سی هغه ضرورت دی ته لري چې بازو نقطه باید جوړی کی رضان هغه نقطه ته به ډېر بیت پوینټس وای او دلته کومه استاد دا پاینټونه مخ کې جوړ کو یو سټایل مور کو یو ته ما سیمبول انتخاب کو اگه سمبولو ده سمبولو ده پرسر گوره ده اگه پانچونه چی دیده ده اماغه پانچونه دیده حقیقت چه اتاره ایمپورت کردی خود دل ده سیدی مربوط ده چیشی سوی مربوط ده سرفیس سوی یعنی اگه خپلا مخینه ستایل پرف نده کرده اگه خو مربوط ده اماغه پانچ گروپ وه اگه خو پاتسه وز دل ده منگه تاسه پا سرفیس که لگیایو ده اگه تغییرات چه ورکو ده اگه اندازه چه ورکو ده منگه تاسه نظر ده اگه سرفیس نه ورکو ورده چه ده نقطو ستایل ده دسه که ورنگ ده دسه که ده و که وغه وش بوس؟ ولی سمبول بالا نقاطی که ما قبل خو گفتم ای در حقیقت اون نمونه نقاط است. ای اون نمونه نقاط است. آره اگر من اینجا رفتم مثلا از قسمت پوینت گروپس اول پوینت سم رایت کلیک کنم سایز از قسمت پراپرتیز اینی جبرش برش بگم که نه ای چه سمبول تام نشان نده اوکیش میکنم بازور برای من نشان نمیده دیدی؟ این نقاط سوال دیگه است خو اون نمونه بود که ما اون نقاطی بود که ما امپورت کرده بودیم نقاطی بود که در جریانی که سوال 3D خودش در کنترل به خاطر تنظیم نمایش آفرین برو خو نداره آله برو نداره باش که ما ببینم ایش نداریم میبینیم آله مثلا یک پروسه شد پروسه سموتینگ ما کار میکنیم اگر داشت خو بهتر از ترو یه انکریز می پوینتس آماده مثلا دیرویت پوینتس ما میگیریم ستایلش اینی ستایل سایز رنگش هم یک رنگی که از دور معلوم شما مثلا زرد اوکی و اینی جا پوینتس یونیتس داره اندازه ایش از خم مثلا پوینت سکیلنگ میتد سایز این ابسولوت یونیتس اگر انتخاب باشه اوی جا ما نشته کنیم سه به این مفهوم که نقطه سه متر در سه متر باشه بخاطر که جا ما گفتیم که سایز این ابسولوت یونیتس سایز؟ ایجا بعضی حالات های دیگه هم هست مثلا use drawing skill نظر به مقیاس drawing یا set relative to screen گفتیم نظر به فیصدی صفحه که ما برش میگم 10% 5% خب سه متر است میره 4 میسازم یک کم دیگه کلام اوکی میکنم میره حالا اینجا پول که هست یا نی نیست نه 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 نیست دیگه اصلا سیول 3D هنوز ایتو پروسه را انجام نداده که اون نقاط خودش کریت کنه سایز جور کنه خودش اگر ایتو کدام پروسه می بود باز اوتومات دیجا برای من نشان میده خب این بود این جلسه با پوینتس فهمیدین ان شاء الله دیگه کدام سوال نداره نه دیگه ما شما ترینگلز داره بس اس سوال دیگه داشتم خب بس میکنم میشه اوکی سوال من